البته بسکوی در قسمت قربانی زیاد است خواهران و برادران من که با فرصتش بس میشه و خیلی همین حالا دو روز بیشتر با یک مزمون خیلی طویل و طولانی را در انگلیس دیدیم که علیه کشتارگاه های گوشت حلال به اصطلاح نوشته کرد و چلندیات فراوان رو گفته بود و از رم و عاطفه و از بالاخره از رم به حیوانات و از اینا حرف زیاد زیاد گفته بود. اما عملش چیز؟ عمل امروز در دنیایی که همشیرای محترم خواهرای عزیز شما به این ایره فراموش نکنین که شما به مسجد آمدین و مسجد جای عبادت است. زمانی که صحبت دینی است و گپ دین زده میشه باید تمکی به توجه و فکر عام و تام متوجه باشین. شما اونجا صحبت خود دارین و در اینجا این صحبت برای شماست، ورنه برادر ما استاد ما که صحبت میکنه میتونست در خانه خود بشینه ایره خودش بخونه و یاد داره اون را که اون چیز کنه. پس اینجا که آمدین باید آداب مسجد را رعایت کنیم. لطفاً خاموش بشینیم. به هر حال بس بر روی قربانی بود که به مقاله آقای انگلیس آمدیم که در ارتباط با گوشت حلال نوشته کردون و گفته بود که وحشیانه است حیوان با کارت سر بریدن. آقا خبر نداره که بزرگترین سربوریدن های عالم در این سرزمین ها انجام شده، بزرگترین خونریزی های تاریخ بشر در اروپا شده. آقا تو وقتی که آدم زنده زنده بدون نمک خورد میدادیم ما از حقوق بشر حرف میزدیم و به انسان پایگاه بزرگ قائل بودیم. این مراسم امروز نیست یا دیروز، 1400 سال، 1440 سال قبل اینها منظم تهی شده. انسان ای تو ساخته میشه، تو چیگونه میسازی؟ او گفته که بله، حالا 1.5 میلیارد انسان، 9 میلیارد انسان در زمین چی میخوره؟ روزانه چقدر ماهی و مرغ و گاو و گوسفند و دگه و دگه به اصطلاح زبر میشه و کشته میشه و انسان میخوره تمام میکنه. چاره چیست؟ زنجیر غذایی در بین هستی عمیز. میدانیم شما روزانه میلیون ها میلیون انسان وارد زمین میشه و یک مرحله را با زمین مرحله کمال طی میکنه و میلیون ها انسان از زمین دامن زمین جدا میشه. انسان همین جسم نیست بلکه انسان روحی است، انسان مقامی معنوی است. به هر حال قربانی آخرین مراحله. وقتی حاجی قربانی میکنه باید نفسش وقت قربانی کرده باشه، متوجه باید باشه که با این طی سیر و سلوکی کرده و این سیر و سلوک که این گذشتانده و از منازل و از مراحل مختلف عبور کرده، حالا به جایی رسیده که به دست خودش نفس خودش باید قربانی کنه. کدام نفس؟ همون نفس سرکش و ظالمه که صدها جریب زمین در اختیار گرفته، هزاران هزار فابریک در اختیار گرفته، میلیون ها میلیون دلار در بانک ها در اختیار گرفته و میلیون ها طفل گرسنه و میلیون ها خانواده به خاطر نبودن پول و امکان ها پاشیده میشه از هم و میلیون ها میلیون انسان به خاطر یک قرص، به خاطر یک سوزن و آمپول جان خودش از دست میده و هزاران هزار زن و حتی بگیم میلیون ها زن و مادر به خاطر یک قرص، به خاطر یک آمپول عادی در وضع حملش تلف. اما این انسان باید متوجه باشه که در چگونه قربانی میکنه، چگونه باید قربانی کرده باشه. وقتی قربانی کرد از احرام بیرون میآید، حالا به هر حال باز به طواف میپردازه، به طواف حج طوری که من خدمتتون ارسم. اینها
شمه و اندکی از دریای معنا و تحول و مشاهده و اخلاق و تربیت بود که در این رکن بزرگ حج وجود داره. آیا شما در تاریخ بشر، در کجای بشر، در کدام مجلس انسانیت، در کدام گرد همایی مذهبی، سیاسی، اخلاقی، هنری شما میتوانیم چنین صحنه ها را تجربه کنیم؟ شما میتوانیم دید و در تلویزیون ها شما این شبها و روزها سرای عرفه را میبینیم، حاجی ها را در عرفات میبینیم، در میقات، در مشعر، در منا، در مکه شریف، در مدینه شریف، در سرزمین وحی، در مدینه پایگاه اولین حکومت اسلامی، حکومت جهانی، حکومت عدل. امرت لأعدل بینکم، پیامبر میگه به من دستور داده شده که عدالت رو در بینتان پیاده کنم. عدالت مگر بدون حکومت امکان پذیر است؟ امروز سکولاریسم و شکست خورده های دیروز ادعا میکنن که دین با سیاست کار نداره. دین برای اونا دین چی فکر میکنیم شما؟ دین کجا برای تو چی میکنی؟ این آقای بوش چند روز پیشتر خودش اعتراف کرد که من دستور دادم انسان را شکنجه کنم. انسان به دهن سگ بدن. در کتاب خودش نوشته که من گفتم این کار بشه به خاطر که مردم هم امنیت داشته باشن. سیار خوب. نگران مردم نیستن. یه هر شب که به خانه های افغان ها وارد میشیم با اون زن مظلوم افغان با حجاب نشسته تا صبح، به خاطر این که تو نیمه شب وارد میشی، با سگ وارد میشی به خانه ایش، باز به ما که شد میگه که بله اینا خشونت میکن. اسلام با زور شمشیر آمده. اسلام حق زن زیر پا کرد، اسلام حق طفل زیر پا کرد. نه خانواده های خود نگاه داشته نمیتوانه. اینا هنوز وحشی و بربر است. میگن که اینا به افریقا رفته بودن، به افریقایی ها گفتن که شما وحشی و بربرین، بی فرهنگیم، دین نداریم، اینما انجیل را آوردیم شما را آدم کنیم. بعد از 30 سال یا 40 سال رهبران افریقا میگن بله اینا که آمدن، روزی که آمدن هیچی نداشتن، انجیل ها به دست از اینا بود، حالا انجیل ها را به دست ما دادن، زمین ها ما به دست اینا. به همه حال مسئولیت ما چیست به عنوان یک جمع، یک جمع مسلمان، جوانان ورزیده؟ عزیزان من فراموش نکنیم که شما با چنین رسالتی در این سرزمین ها هستید. سالهای طولانی غربت را پشت سر گذاشتید، یک غربتی بسیار طولانی و تنگ و تلق، اما امیدواریم که جوانان و نوجوانان و فرزندان ما با دین خود بزرگ بشن، با آغوش دین خود بزرگ بشن، موی ترفندها را قبول نکنن و نپذیرن و بدانن و سرنوشت خودآگاهی پیدا کنیم. شما واقف باشیم که چی قانونی در اروپا، در فلان کشورها علیه شما تصویب میشه، علیه مهاجره. مگر هر روز و یکی دیگه میگن که به مسجد نیاییم، به منبر از سیاست گفت میزنن. چی؟ زدن است که تو تو خوش دوست نداری ببینی که قوانین مهاجرت در ارتباط با تو چی تصمیم گرفته؟ تو هر چی که باشی و بخوای تو مهاجر هستی، تو پناهنده هستی. تو باید بفهمی، اگر نمیفهمی و نرسیدی، کسانی که آگاهی دارن باید برسانی، بگن که بله تو چنین وظایفی داری، تو به عنوان یک پناهنده مسئولیت هایی داری باید انجام بدی. در این سرزمین باید مرتکب خطا و اشتباه عمد نشی. الگو و نمونه ای از یک مسلمانی که من عرض کردم است باید باشی. حقوقی داری باید مسجد داشت باشی، عبادت کنی. حقی داری باید قربانی کنی، حق داری باید گوشت حلال بخوری. از مناسک و شعائر مذهبی خودت حمایت کن، حفاظت کنی، به فرهنگ خودت زنده باشی. اگه اینها که نمیپذیرند، اگر بپذیرند چگونه وجدانت میپذیرد؟ نمیتونی پذیرند، به دست خودت نیست. من آن باید هوشیار و آگاه بود. عرض دیگر من ایست که
ما باید عادت کنیم، یعنی فرهنگ خود باید تقویت کنیم و در مجالس حاضر بشیم. واقعا غیر از مجالس عید و روزهای جمع و سایرین، حتی باید تقاضا کنیم که بعضی از علما را دعوت کنن، بعضی از جوانا را دعوت کنن، بیان راجع به مسائل صحبت کنن. یک انسانی آگاه و بیدار است که میتواند در زندگی موفق باشد. یک ملتی آگاه و بیدار میتواند موفق باشد. مگر این آگاهی و بیداری از ما گرفته باشد، یقینا ما اجسامی خواهد بودیم که هر کس به هر ترتیبی خواهد خواست از ما استفاده کند. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. البته طوری که من عرض کردم، عید به معنی بازگشت است به خود. برای اینکه مراحل طی شد، انسان وارد عید میشه. عید بر همه شما خواهران و برادران مبارک باشه، بر خانواده های بزرگوار و محترمتان. امیدواریم که روزهای خوشی داشته باشیم و پروردگار با برکت عید بزرگ نفاق و دوری و مشکل و خشونت از بین ما و شما برداره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. گرانو مسلمانانو، محترم ورونو، ان شاء الله اختر منز ادا کو او دی لپاره حکم اصول او ترتیب چره مختصرا نغستا سو پوڑان دی عرض کوم. البته په لوی اختر کې دا مشکل دومره نه وي، په واړه اختر کې د روژې په اختر کې اکثرا ډیر وخت پکې تیر شي، نو ترتیب سړی نه هیر وي. په پار صورت باندې د اختر د ادا طریقه څنګه ده؟ اوله کې به امام تاسو ټول ذکر راغلی دا مونیت دی چې مونځ کوئ، بس الله اکبر نه وروسته کم سنا چې سړی وایي، الفاظ چې سړی وایي هغه به ووایي. الفاظونه وروسته بیا تکبیرات زوائد دي، هغه تکبیرات چې اضافه ویل کیږي، نو څلور تکبیره دي هغه به وویل شي. هغې نه وروسته بیا امام قرات کوي. یوه خبره په یاد وساتئ چې اووه تکبیره دا هم راغلی دي، اووه تکبیرونه. سړی باید بی ادبی دی ډیره معاف وي، او زه بخښنه غواړم لرې له موږ او تاسو نه. انسان باید د ګاډۍ اس نه وي چې بس په هماغه یو خط روان دی او هماغه یوه لاره مې نیولې په بلې باندې نظم نه. کله کله په بل حدیث هم عمل وکړه، دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملامتي در باندې د قیامت په ورځ نه وي چې دا حدیث ما ویلی او دا کار تا ولې ونکړه په خپل ژوند کې، دا عمل دې ولې ونکړه. نو اووه تکبیره هم په اوله کې راغلی دي، او په دویم رکعت کې پنځه تکبیره، نو دولس تکبیرات دي، دولس تکبیره او مخکې راغلی دي. خو په دې کې